سلام به این برنامه که دیگه خوش اومدید. من هادی نیلی هستم. این روزها همه چی داره الکتریکی میشه، از زمین تا آسمان. خیلی از کسانی که نگران آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی نتیجه اون هستند امیدوارند آلایندگی وسایل حمل و نقل ما به مرور کمتر بشه، ولی همه ماجرا به این سادگی نیست. خیلی های دیگه هم با همین نگرانی ها هشدار میدن که هرچند خود این وسایل حمل و نقل الکتریکی آلایندگی کمتری تولید میکنن، ولی توی روند تولیدشون از جمله برای باتری ها و همینطور برقی که برای شارژ کردنشون لازمه، بازم نیاز دارن که گازهای آلاینده تولید کنن و به تغییرات اقلیمی کمک میکنن. در ادامه برنامه از اونها حرف میزنیم. این قسمت از کلیک سرتاپ ها درباره الکتریکی شدن این وسایل حمل و نقله. اول از همه آرزو میرزاخانی رفته به کارخونه ای که میگه سریع‌ترین هواپیمای الکتریکی رو ساخته. یه لحظه دنیایی رو تصور کنید که آسمونش پر از پرنده های فلزی بالدار، هواپیمای برقی که نه صدا دارن و نه آلودگی، و سریع‌تر از اونی که فکرشو بکنید شما رو از یه جایی به جای دیگه میبرن. چند سال پیش اگه بهمون میگفتن قراره یه روزی یه هواپیمایی بیاد که با برق کار کنه، شاید اصلا باورمون نمیشد. اما به لطف تکنولوژی الان داریم میبینیمش. انقلابی که زندگیمون رو روی زمین و آسمون تغییر خواهد داد. صنعت هوایی داره زیر و رو میشه. یکی از شرکت‌هایی که دنبال اینه که ما رو سوار یکی از این پرنده‌های فلزی برقی سری بکنه، ایویلیتوه. رویش هم این بوده که وسایل پرنده برقی بسازه که سریع باشن و ارزون و البته دوست داره محیط زیست. به همین علت هم با حمایت مالی شرکت رولز رویس یه هواپیمای جدید طراحی کرده و اسمشو گذاشته The Spirit of Innovation یا روح نوآوری. سرعت این هواپیما در یک سایت آزمایشی در بریتانیا به حدود 556 کیلومتر در ساعت رسید. این یعنی شکستن یه رکورد جدید برای هواپیماهای الکتریکی. رکورد جدیدی که میتونه ما رو به هدف الکتریکی شدن در آینده نزدیک کنه. این هواپیما بخش بسیار مهمی در مسیر حرکت به سمت برقی شدن بود. ما با سرعت 556 کیلومتر در ساعت رکورد سرعت هواپیماهای الکتریکی رو شکستیم که 212 کیلومتر در ساعت سریعتر از رکورد قبلی بود. این ثابت میکنه که ما در دوره مهمی از الکتریکی شدن به سر میبریم. این پروژه چالش‌های خاص خودش هم داشته. مثلا پیدا کردن یه بدنه مناسب برای این هواپیما که باید خیلی سری می‌رفته کار راحتی نبوده. اما بزرگترین چالش میشه گفت ساخت موتور هواپیما بوده که اولین بار از فناوری استفاده کردن که تا حالا تو صنعت هوایی استفاده نشده. فناوری منحصر به فرد موتورهای شارمحوری که ما داریم در صنعت خودرو قبلا امتحانش رو پس داده. ما در واقع این فناوری رو برداشتیم و بهبودش دادیم تا جایی که الزامات ایمنی در هوانوردی رو برآورده کنه و حالا اونو به طیف متفاوتی از مشتریان در بازار ارائه میکنیم. اینجایی که من هستم کارخونه ایولیتوه، یعنی جایی که قلب روح نوآوری موتورش ساخته شده. این موتور از لحاظ طراحی و نحوه ساخت با موتورهای نوع شعاعی خیلی فرق داره. قدرتش خیلی بیشتره و گشتاور بسیار بالاتری داره. در یک موتور شعاعی یک استوانه آهنی بزرگ هست که تمام سیمپیچ ها به دور اون پیچیده شده. وقتی به اون انرژی میدیم یه میدون مغناطیسی ایجاد میکنه. این چیزیه که ما بهش یوغ میگیم. این یه بخش بزرگ، سنگین و پرهزینه است که در موتورهای شارمحوری ما دیگه این بخش رو نداریم. به همین خاطر چندین کیلوگرم از موادی رو که مجبور نیستیم هم کنیم اینطوری کم میکنیم. همینم تأثیر و فواید زیادی برامون داره. البته این موتورهای قدرتمند به باتریهای قدرتمند و امن هم نیاز دارن. ما میتونیم به طور مداوم 400 کیلووات در پروانه انرژی تولید کنیم. کل سیستم باتری 750 وات انرژی میده. بنابراین در هر سطح که باشه خیلی خطرناکه. برای اینکه با این مشکل مقابله کنیم، باید مطمئن میشدیم که اونو ایمن طراحی کنیم. ایولیتو میگه هدفش اینه که صنعت هوایی رو برای همیشه تغییر بده. اما خب کار راحتی نیست. حتی خودروهای الکتریکی تو کشورهای توسعه یافته مثل اینجام هنوز جای خودشون رو بین مردم باز نکردن.
تازه زیرساخت کافی هم وجود نداره. مثلا وقتی با ماشین برقی میخوای بری سفر، باید همه چیز رو از قبل برنامه‌ریزی کنی. یعنی بشینی ببینی کجاها میتونی باتری رو شارژ کنی، یا اصلا باتری ماشین اونقدر شارژ نگه میداره که تو رو به ایستگاه بعدی برسونه یا نه. حالا درباره هواپیما که موضوع حساس‌تر هم هست، چون اگه شارژش تموم بشه نمیشه زد کنار و پارکش کرد و زنگ زد به تعمیرات. ما اینجا 18 باتری ماژولار داریم که با فناوری شار محوری اون رو طراحی و توسعه دادیم. این باتری در روح نوآوری کار گذاشته شد و به اینجا آورده شد. وظیفه ما به عنوان طراح سیستم باتری اینه که این سلول‌های استوانه ای رو که نیمی از سلول‌های قفسه‌ای هستند و در بخش خودرو خیلی ازشون استفاده میشه، برداریم و به یک سیستم کامل تبدیل کنیم تا انرژی و توانی که نیاز داریم رو ازش بگیریم. اما چرا تولید هواپیماهای برقی اینقدر مهم شده؟ با گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی اخیر، جهان به سوی کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی میره. هدف دولت‌ها اینه که تا سال 2030 میلادی حجم زیادی از دیوکسید کربنشون رو کم کنن. حالا این وسط صنعت هوایی عامل تولید 12% از دیوکسید کربن در جهانه. این 12% تأثیر خیلی زیادی در بد شدن حال و روز فعلی کره زمین داره. به همین دلیل هم باید به سمت استفاده از وسایل نقلیه با سوخت‌های پاک‌تر بریم. روح نوآوری قراره بره موزه علوم بریتانیا که هر کی دوست داره بره و از نزدیک ببیندش. اما این برای صنعت هوایی تازه اول راهه. حالا البته یه راه دستیافتنی‌تر برای کاهش آلایندگی ناشی از سفرهای هوایی همینه که آدم‌ها از سفرهای کمتر ضروری صرف نظر کنند. ولی خب هواپیمای الکتریکی هم شاید یه راه حل باشه برای سفرهایی که نمیشه نرفت. اما حالا برگردیم روی زمین. بیشتر از نیمی از گازهای گلخانه‌ای بخش حمل و نقل در بریتانیا از خودروها تولید میشه. دولت گفته بود فروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی رو از سال 2030 ممنوع میکنه، ولی الان این مهلت رو 5 سال عقب انداخته. یعنی تا سال 2035، حدود 11 سال دیگه، قرار دیگه هیچ خودروی بنزین سوز و گازوئیل سوزی در بریتانیا فروخته نشه. با وجود همین 5 سال مهلت بیشتر، هنوزم بعضی خودروسازها و البته خیلی مالکان خودروها آماده چنین تغییری به نظر نمیرسن. بعضی از تولیدکننده ها خیلی زود راه رو برای تولید خودروهای برقی باز کردن، اما خودروی لوکس بنتلی جزوشون نبوده. لارا لوینگتون رفته دفتر مرکزیشون ببینه بالاخره آیا دارن برای سازگار شدن با محیط زیست کاری میکنن یا نه. توزیع چرم لوکس و داشبورد تمام چوبی که کلش هم از یه درخت اومده تا مطمئن بشن همه چیز با هم خوب جفت و جوره. ساخت و پرداخت هر کدوم از این خودروها 130 ساعت زمان میبره. هرچند عموماً بنتلی رو میخرن تا مالک خودش پشت فرمون بشینه، اما برای کسانی که شوفر دارن و عقب میشینن هم صفحه نمایش هایی تعبیه شده. بنتلی یعنی همین جور ریزکاری ها. تا اینکه مثلا بخواین حساب کنین نزدیکترین ایستگاه شارژ برقی کجاست. البته فقط هم همین نیست، اتیکت قیمتش هم هست. ساده ترین مدل بنتلی 169 هزار پونده، یعنی بالای 200 هزار دلار. ارزشش رو داره؟ هیچ ماشین دیگه 330 کیلومتر در ساعت رو بهتون نمیده و اون جذبه‌ای که لحظه رسیدن به مقصد داره. وقتی دم بهترین هتل‌ها نگه می‌دارین و پیاده می‌شین، بهترین جای پارک مال شماست. البته من نرفتم هتل عیونی. اومدم کارخونه بنتلی، اینم راهنمای تور امروزمون. Hello. Lovely to meet you too. Thank you. On the right hand side. سمت راست خط تولید شاسی بلندا رو می‌بینین که شامل 44 تا ایستگاه پردازشه. چه عجیب آدم ماشین رو از زیر ببینه. من مکانیک نیستم، عادت ندارم ماشینا رو اینطوری ببینم. وزنش 2.5 تن ناقابله. همین یه دونه خط تولید خودش به تنهایی 140 خودرو در هفته تولید میکنه. هر خودرو در ایستگاه 13 دقیقه توقف داره و 70 پردازش مختلف روش انجام میشه. 64 تا رنگ پایه داریم که میتونین از بینشون انتخاب کنین و اگر هم از هیچ کدوم خوشتون نیامد میتونین یه رنگ سفارش بدین تا براتون درست کنن.
میگن یه بار یه خانومی اومده گفته میخوام ماشینم با رنگ لاک ناخونم ست باشه و یک بخش کامل هم به تودوزی چرمی اختصاص داره. همه رنگ داریم و واقعا بوی چرم میده اینجا. اینجا چیزی هست که با محیط زیست سازگار باشه؟ تمام این چرم خامی که اینجا داریم محصول جانبی صنعت تولید گوشته. چرم خام رو میاریم اینجا و پهن میکنیم روی این تخته. سامانه‌ای داریم که به دوربین مجهزه و اسکنش میکنه. بعد به طور خودکار تعیین میکنه که کارآمدترین راه برای منطبق کردن پنل ها چیه و بعد خیلی دقیق برش میده. البته به جز یه بخش کلیدی که قراره بالاخره قدم به قرن 21 بگذاره. بنتلی قصد داره تا سال 2030 در کل دسته‌بندی های خودروش موتور 12 سیلندر معروفش رو با یه موتور برقی جایگزین کنه و داره 2.5 میلیارد پوند یعنی بیش از 3 میلیارد دلار در این کار سرمایه گذاری میکنه. اما واقعا آماده چنین تغییر عظیمی هست؟ خیلی هم آماده ایم. تا 20-30% BEV میشیم که یعنی خودروی برقی باتری دار و کاملا کربن صفر. من که نتونستم خودروی برقی بنتلی رو ببینم، حتی یه نمونه آزمایشی. همه چیز خیلی قایمکیه، حتی قیمتش. مدل کامل برقیش از چه قیمتی شروع میشه؟ قیمتش رو نمیگم، اما انواع مختلفی خواهد داشت. 5 مدل هستن که اگر موقعیت فعلی رو در نظر بگیری الان از 170 هزار پوند شروع میشه. برای پایه‌ترین مدل سقف 300 هزار پوند رو داریم و احتمالاً چیزی مشابه همینه. احتمالاً یه 5-10% هم روش. مگه اکثر مشتری های شما خارجی نیستن؟ یعنی لزوماً قوانین مشابه ما رو راجع به خودروهای برقی ندارن؟ بله، 86% درآمد ما از خارج کشور میاد. بیشتر شهرهایی که در اونها فعالیت میکنیم که شامل اروپا هم میشه. اگه نگیم ممنوعیت، اما محدودیت هایی دارن. بنابراین با اینکه هر کشوری این خودروها رو ممنوع نکرده، اما استفاده ازشون رو محدود کرده و چون ماشین های ما هر روز مورد استفاده قرار میگیرن، مشتریامون میدونن که روندن یه ماشین برقی به نفعشونه. همچنان خودروی بنزینی هم برای بقیه کشورها تولید میکنین؟ نه، برنامه اینه که تا 2030 کاملا و مطلقا برقی بشیم. فقط این هم نیست. بنتلی از تأمین کنندگان مواد اولیه‌اش خواسته از سال 2030 به بعد فقط انرژی تجدید پذیر استفاده کنن. برنامه دیگرشون هم اینه که به استفاده از فولاد و آلومینیومی که روند تولیدشون سازگار با محیط زیست بوده رو بیارن و همینطور پلاستیکی استفاده کنند که کاملاً بازیافتیه. یه یادآوری خوب برای اینکه خودروی برقی فقط قرار نیست گاز گلخانه‌ای تولید نکنه، بلکه فرایند تولیدش هم باید سازگار با محیط زیست باشه. یه خبر خوب برای کره زمین. مسابقه ارتشات 2023 5 برنده رو در مراسم اهدای جوایز خودش در سنگاپور معرفی کرد. به هر برنده 1 میلیون پوند تعلق میگیره تا با رشد و توسعه فعالیتش به بازسازی و محافظت از سیاره زمین کمک کنه. جایزه ارتشات برندگانی رو انتخاب میکنه که در 6 قاره جهان از جوامع محلی و محیط زیستشون حمایت میکنن. یکی از کارکنان ارشد سابق متا گفته که اینستاگرام به اندازه کافی برای محافظت از نوجوانان در برابر آزار جنسی کاری انجام نمیده. آرتور بجار وقتی تجربه دخترش رو دیده متوجه شده که یه مشکلی وجود داره. متا گفته که بیش از 30 ابزار رو برای حمایت از ایجاد یک محیط امن آنلاین برای نوجوانان ارائه کرده. و در آخر نینتندو و سونی از ساخت نسخه سینمایی بازی کلاسیک افسانه زلدا خبر دادن. هنوز بازیگران یا خط داستانی این فیلم مشخص نشده، اما قراره شیگرو میاموتو طراح مشهور بازی‌های ویدیویی و آبی آرا دستگانه مرد عنکبوتی اونو تهیه کنند. تولید خودروهای برقی موضوع بحث‌های زیادی در سال‌های اخیر و ماه‌های گذشته بوده. خیلی از کشورها تعهد دادن و اهداف سبز برای خودشون تعیین کردن که از خودروهای بنزینی و گازوئیلی به سمت خودروهای برقی حرکت کنن. کشورهای غربی دارن بیشتر و بیشتر نگران این میشن که بابت واردات گسترده این خودروها و باتری‌هاشون وابستگیشون به چین بیشتر بشه و این موضوع به افزایش چشمگیر استخراج از معدن دامن زده.
دلیلش هم اینه که برای تولید این باتری های برقی یه فلز خیلی ضروریه که توی زمین پیدا میشه، لیتیوم. همینه که این کشورها دنبال خودکفایی توی استخراج مواد لازم و بعد تولید باتری هست. اما خب اینم دردسرای خودش رو داره. مثلا در آمریکا جیمز کلیتون به ایالت نوادا رفته تا ببینه چطور کسانی که میگن نگران محیط زیست هستند نظرات خیلی متناقضی درباره افزایش استخراج لیتیوم دارند. وقتی قبیله شوشونی پایوک باناک داشتن از دست سوار نظام آمریکا فرار می‌کردن، از صخره سنتینل که اینجاست رد شدن. سوار نظام آمریکا اونا رو تا همین منطقه درست اینجا تعقیب کرد، جایی که الان دارن معدن حفاری می‌کنن و اینجا اونها رو قتل عام کردن. این یه تراژدیه. اینجا باید به عنوان محوطه تاریخی شناسایی بشه و حفاری معدن باید کاملا متوقف بشه. متاسفانه شرکت ها به حرف ما گوش ندادن. نوادا فقط 160 ساله که ایالت شده، اما بستگان این مردم خیلی پیش از اون در این سرزمین زندگی میکردن. اونا هر سال به اینجا سفر میکنن تا یاد اجدادشون رو که میگن در این نقطه به قتل رسیدن زنده نگه دارن. امسال حال و هوا از همیشه غم‌انگیزتره. از دوردست غرش ماشینالات سنگین هم به گوش میرسه. زیر این درمنه های معدن لیتیوم خوابیده که احتمالاً یکی از بزرگترین ذخایر این ماده در جهان باشه. معدن تکرپس و حفاری توش برای استخراج لیتیوم از ماه مارس شروع شده. اما قضیه این معدن با بقیه فرق داره و دلیل اصلش هم اینه که موافقان حفاری ادعا میکنن طرفدار محیط زیست هستن و میگن این معدن میتونه در مقابله با تغییرات اقلیمی نقش داشته باشه. رهبران کشورها در همه جای دنیا متعهد شدن که به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی برن. I'm signing an executive order setting out a target of 50% of all passenger vehicles sold by 2030 will be electric. We're working hard to make the UK a world leader. اگر آمریکا و بریتانیا بخوان باتری الکتریکی بسازن، فعلا باید لیتیوم وارد کنن. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امیدواره که این معدن به خودکفایی آمریکا در لیتیوم کمک کنه. ما حقوق مواد معدنی رو تقریبا تا مرز ایالت اورگان داریم. تیم کراولی مدت هاست که از طرفداران حفر معدن در نوادا است. او سال هاست که با طرفداران محیط زیست در مبارزه است و در حال حاضر در شرکت لیتیوم آمریکاست کار میکنه در راه اندازی و تکمیل تاسیسات. آیا طرفدار محیط زیست هستین؟ البته من اهل گشت و گذار در طبیعتم. من هم مثل بقیه ساکن این سیارم و دوستش دارم. فکر میکنم مردم بگن اینکه کسی سالها طرفدار حفاری معدن باشه و خودشو محافظ محیط زیست میدونه همخوانی نداره. استخراج معدن نقشی حیاتی در تغییر مسیر ما به یک محیط زیست بهتر و سبزتر بازی میکنه. صنعت حفاری معدن که فقط محض بیرون کشیدن مواد معدنی نیست. تقاضا برای این چیزها وجود داره. اگه تقاضا نباشه که کسی محصولی تولید نمی‌کنه. تقاضا برای چنین چیزهایی خیلی بالاست و به خصوص برای لیتیوم به شدت بالاست و دلیل خوبی هم داره. کار روی این معدن بعد از سالها نزاع قانونی در ماه مارس شروع شد. وقتی کار به انجام برسه، لیتیوم به دست اومده تحویل شرکت جنرال موتورز میشه تا باتری بسازه. اما خیلی از طرفداران محیط زیست زیر بار این حرف نرفتن که این معدن به نجات زمین کمکی میکنه. جان هدر مدیر یه خیریه محلی محیط زیستیه. این مواد معدنی قراره برای فناوری‌های استفاده بشه که به واسطه اونها از انرژی فسیلی عبور کنیم. به همین دلیل در رده مواد سبز دسته‌بندیشون میکنن. اما خود عمل حفاری معدن در حقیقت آسیب زیادی به محیط زیست میزنه. باید در صدور مجوز براش خیلی دقت کرد. از نقطه نظر تغییرات اقلیمی قبول داری که انسان با چالش‌های عظیمی مواجهه؟ خیلی عظیم. در نقطه حساسی ایستادیم. خیلی شرایط سختیه. چیزی که واقعا نگرانش هستیم اینه که داریم فرصت‌های دیگه‌ای رو برای مهار تغییرات اقلیمی از دست میدیم. میتونیم با تغییر عادت‌ها نیاز به مواد معدنی رو کاهش بدیم که میتونه سریع اتفاق بیفته. مقدار زیادی از مواد معدنی مورد نیاز برای خودروهای برقی از کشورهایی میاد که قبلا مستعمره بودن و حالا اصطلاح تازه‌ای به وجود اومده به نام استعمار سبز.
استعمار سبز همین دور جدید تلاش ها برای به دست آوردن مواد معدنی کمیاب از طریق پروژه های استخراجی مثل خط لوله یا حفاری معدنه. اما جوابش اینه که شما حق ندارید تصمیم بگیرید با این زمین چی کار کنید. اینجا زمین اونهاست، زمین آبا و اجدادیشون. اونها نمیخوان این اتفاق بیفته. ما باید به حرف این مردم گوش کنیم. اما همه محیط زیستی ها با این نظر موافق نیستن. گلن میلر شریک جان هدر در خیریهشون بود که پارسال بعد از اینکه به حامیان استخراج از معدن پیوست از هیئت مدیره خیریه استعفا داد. خیلی مسئله قامضیه. کل جامعه محیط زیستی سر این به دو دسته تقسیم شدن. میلر از دانشگاه نوادا بازنشسته شده، اما روی تحقیقاتی کار کرده که منابع مالیش رو شرکت لیتیوم آمریکاست تامین کرده. البته خودش میگه که این موضوع به موضعش در خصوص معدن ارتباطی نداره. به نظرم تغییرات اقلیمی اهمیت زیادی داره و لیتیوم برای برقی کردن صنعت حمل و نقل خیلی مهمه. حدود 30% دلایل تغییرات اقلیمی صنعت حمل و نقله. محافظان محیط زیست میگن باید کمتر سوار خودرو بشیم. نباید از رایانه استفاده کنیم. نباید از گوشی تلفن استفاده کنیم. نباید از هر چیزی که نیاز داره فلزات رو از داخل زمین بیرون بکشین استفاده بکنیم. ولی هیچ کی زیر بار این حرفا نمیره. راه حل اینه که سامانه های حمل و نقل بهتری داشته باشیم. خودروهای بهینه تری داشته باشیم. به نظر میرسه این تازه اولشه. حفاری معدن به نام نجات زمین. توی برنامه دیدید که چطور خودروساز بنتلی میخواد تازه وارد بازار خودروهای برقی بشه، اما تولیدکنندهای بزرگ دیگه هستن که سالهاست دارن خودروی الکتریکی میسازن. شاید فوری بگید آره مثلا تسلا، ولی تسلا یکی از اون شرکت هاست. یکی دیگه از اون شرکت ها که احتمالاً اسمش رو هم نشنیده باشید BYD، یه خودروساز چینی که یکی از پرفروشترین های جهانه و از جهاتی حتی بالاتر از تسلا قرار میگیره. مونیکا میلر رفته سنگاپور که اونجا با خودروهای BYD یه چرخی بزنه و ببینه چقدر موفق بودن. اگر واقعا میخوای بدونی عمل کرده یه ماشین چطوریه، از یه راننده تاکسی بپرس. جانسون در تمام مدت تکامل ماشین ها از گازوئیل سوز تا دوگان سوز و حالا هم خودروی برقی پشت فرمون بوده و امتحانشون کرده. در یک سال گذشته یه E6 از شرکت BYD زیر پاش بوده. BYD مخفف Build Your Dreams، رویهات رو بساز. واقعا بی سدان. رانندگی هم باشون خیلی روونه. جانسون ماشینش رو از یه شرکت حمل و نقل کامفورت دلگرو لیز کرده. مدیر این شرکت میگه مشخصه اصلی BYD که نظرش رو جلب کرد عمر باتری در شرایط آب و هوایی گرم و سرد بود. ما دنبال خودرویی هستیم که بتونه مسافتی بیش از 500 کیلومتر رو با یه بار شارژ کردن طی کنه. این همیشه برای ما اولویت اول و اصلیه. اولویت دیگه البته قیمت BYDه. در حال حاضر کسی نمیتونه قیمت مناسب تر از اون ارائه کنه. زنجیره تأمین یک پارچه عمودیش قیمت رو پایین نگه میداره، به خصوص وقتی نوبت قیمت باتری میرسه که گرونترین قسمت خودروی برقیه. BYD خیلی پیش از اینکه شرکت خودروسازی باشه، شرکت باتری سازی بوده. اونها برای محصولات الکترونیکی و گوشی ها باتری میساختن. رویاشون این بوده که شرکت خودروسازی بشن. آقای روسو تحلیلگر خودرو در شانگهای، اون میگه تسلا پیشگام خودروهای برقیه. تسلا سال 2020 کارخونه عظیمش رو اینجا در شانگهای با آغاز به کار مدل 3 افتتاح کرد. رشد خودروهای برقی اتفاقی نیست. تسلا به تمایل مصرف کنندگان به خودروهای انرژی جدید دامن زد و این نه تنها به نفع تسلا بود، بلکه همه شرکت‌های چینی هم از اونها دنبال روی کردند. این خودروساز رقیب اصلی تسلا در چین و البته بازار روبه رشد جنوب شرق آسیاست. اما BYD باید خیلی تلاش کنه تا بتونه مقام اول رو حفظ کنه، چون با رقابت شدیدی از طرف سازندگان خودروی برقی داخلی روبروه که دارن سایه به سایه‌اش میان. رقبایی مثل نیو و اکسپنگ دارن تولیداتشون رو در بازارهای خارجی گسترش میدن. اما در بعضی جاها مثل سنگاپور، زیرساختهای شارژ ماشین از میزان تقاضا عقبه. شرکت کامفورت دلگرو میگه تعداد محدود ایستگاه‌های شارژ دغدغه خیلی از رانندگانه و به همین دلیل خودروهای برقی فقط کسر کوچکی از تاکسی‌ها در این کشور رو تشکیل میدن.
اگه انتظار داشته باشی اونها ماشین رو ساعت‌ها پارک کنن و بعد برای شارژ هم معطل بشن، عملی نیست. چون هر ساعتی که میگذره پول که از دست میره. برای راننده تاکسی مثل جانسون این نوع خودرو راه حل خوبی به نظر میاد، به خصوص با بالا رفتن مخارج زندگی که دستاندازهای زیادی برای مردم ایجاد کرده. به پایان این قسمت از برنامه کلیک می‌رسیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در یوتیوب BBC فارسی تماشا کنید. با اسکن کردن این کد میرسید به فهرست برنامه‌های کلیک در یوتیوب. در شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، از جمله در اینستاگرام و تردز با این نشانی. اونجا میتونید برامون نظر بدید، بگید در مورد فناوری‌هایی که توی این برنامه دیدید چه فکر می‌کنید؟ بیشتر مایه کمک هستن یا شاید دردسرای بیشتر؟ تا برنامه‌های بعد، بدرود.